با تشکر از برای فرزین میخوام شروع کنم. بفرمایید. با سلام و تشکر از شما خانم مهناز و تبریک 40مین سال تأسیس شورا. با اجازه خانم مریم من چند نکته به نظرم میرسه که سعی میکنم خلاصه بگم. من قبل از اینکه بخوام به سوال دو تا سوالی که شما کردید پاسخ بدم، یک مقدمه کوتاه بگم. من فکر میکنم این پروژه‌ای که نهایتش منجر شد به آوردن رئیسی، در واقع از بعد از قیام آبان 98 کلید خورد. یعنی اون نقطه بود که خامنه‌ای خیلی بیش از ما و قبل از همه فهمید که دیگه شرایطی توی جامعه ایران هست که ادامه رژیمش براش مؤثر نیست. یعنی به طور واقعی قبل از همه سرنگونی رژیم و یا بحران سرنگونی ها رژیم در اون نقطه دید. و این پروژه نبود که مثلا حتی بگیم به خاطر تحریم‌های آمریکا شروع شد، چون تحریم‌های آمریکا اگه اشتباه نکنم می 2018 شروع شد که در واقع تصمیم رو گرفت ترامپ. چند ماه طول کشید تا وارد عمل شد. یعنی هنوز در آبان 98 نمیشه بگیم که اون چه که اتفاق افتاد ناشی از فشارهای ناشی از تحریم بود. در واقع قیام 98 نقطه بنبست ادامه اون مسیر قبلی برای رژیم بود و به همین دلیل این پروژه رو از اون موقع خامنه‌ای شروع کرد. اولین قدمش توی انتخابات مجلس بود که اونجا به طور واقعی قلقم جناح مقابل شروع کرد و این در رابطه با رئیس این دیگه نقطه بلوغش بود. این نقطه اولیه که فکر میکنم شاید پاسخ اون سوال شما هم بده که آیا از موضع ضعف وارد این شده یا از موضع قدرت. من فکر میکنم که اون چه که بهش میگیم انتصاب رئیسی و یا انتخاب خامنه‌ای برای انقباض چیزی بود که به رژیم تحمیل شد، یعنی به خامنه‌ای تحمیل شد. این یک شرایط عادی نبوده که یک انتخابی بین خوب و بدتر داشته باشه بعد حالا بگیم که خامنه‌ای اومده اینو انتخاب کرده. به طور واقعی بین بدتر و بدترین مجبور بوده یک مسیر یا انتخاب بکنه و معمولا دیکتاتوری‌ها وقتی به این نقطه میرسن لزوما هم تصمیم درستی نمیگیرن. یعنی اینطوری نیست که فکر کنیم که الان خامنه‌ای همه قدرت و همه چیزا در دستشه و یک تصمیم گرفته که حتما میتونه نظامش رو حفظ بکنه. من با این نکته‌ای که برادر شریف گفتن موافقم که مسئله خامنه‌ای یک چیز بیشتر نیست، اونم امنیت رژیمشه. ولی واقعیت قضیه اینه که تضادهای جامعه به نقطه‌ای رسیده که سوالی که آقای سامه مطرح کردن، هیچ وقت حتی با حذف جناح مقابل این تضادها تموم نمیشه، چون تضادهای واقعی توی جامعه هست. اختلاف بین روحانی و خامنه ای هم یک اختلاف ماهیتی نبوده که الان فکر کنیم که خب دیگه الان که اون جناها کنار زدن این تموم میشه. اختلافاتی بوده برخواسته از مسائل حل ناشده ای که توی جامعه ایران وجود داره و به نقطه رسیده بود که دیگه ادامه اون مسیر برای رژیم امکان پذیر نبود. به همین دلیل پیش گرفتن خط انقباض به واقع یک از موضع استیصال و یک تقلایی از جانب رژیم در بنبست مشخص برای اینکه شاید فرج حاصل بشه و بتونه رژیمش را حفظ بکنه. به همین دلیل مسلماً بعد از این پروسه وش آوردن رئیسی نه تنها این مسئله تموم نمیشه بلکه فکر میکنم بحرانها عمیق‌تر میشه و به همون درجه قیامها دوباره شروع خواهد شد. همونطوری که به هر حال توی همین چند روز گذشته هم داریم نمونه هاش توی خوزستان میبینیم. یعنی دیگه سرکوب مطلق، هرچند که سرکوب بیشتر میشه با رئیسی و برای مقابله با همین هم رئیسی آورده، ولی این بدین معنی نیست که موفق میشه جلوی اینا بگیره. تا اونجایی که به مذاکرات با آمریکا برمیگرده، خب یک وجه این قضیه رژیم هست، ولی یک وجه هم مسائلیه که توی خود آمریکا اتفاق میفته. قبل از هر چیز تا اونجایی که به دولت آمریکا برمیگردن، افراد نیستن که اینجا تعیین کننده هستن. مهمتر از افراد این واقعیته که یک دورانی عوض شده، رژیم الان در یک تعادل قوای بسیار پایین تری قرار داره. در نتیجه
دولت بایدن حتی برای اینکه بخواد امتیاز هم بده در یک بستر دیگه با رژیم وارد مذاکره میشه که اون تعادل سال 2015 نیست. تعادل متفاوتیه که رژیم بسیار بیش از اون زمان در موضع ضعف و نیازمند رسیدن به یک توافقه. در نتیجه این حتما مؤثر در تصمیم گیری هایی که از سوی دولت بایدن بشه. از طرف دیگه رژیم به دلیل همین توضیحاتی که من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم الان برده شریف هم داد، رژیم قدرت انعطاف و مانور کمتری داره، یعنی نمیتونه اون دستبازی حتی سال 2015 رو رژیم هم نداره. حالا همه اینا رو که کنار بذاریم، در داخل آمریکا به طور واقعی یک جریان جدی بر از علیه بازگشت به برجام وجود داره. یک بچش جمهوری خواه هستن که به طور مشخص سر سیاست حول ایران و برجام مواضع خیلی مشخصی دارن، بسیار هم فعال هستن، از نامه هایی که توی کنگره و سنا چرخونده شده تا یک سری از بنیادهای فکری که بسیار فعال هستن و مرتب گزارشات و یا به هر حال تحلیل هایی میدن که تاثیرگذار در روند شکل گیری مسائل توی آمریکا، یعنی یک جریان بسیار قوی تو اونجا مخالفت میکنه. حتی در درون دموکرات ها هم یک دستگاه یک دستی وجود نداره. شما خودتون اشاره کردید فکر میکنم تو صحبتاتون یا برخی از فکر کنم خرسونا بود، به نامه‌ای که سناتور منندز جمع کرد با 43 امضا که تعداد قابل توجهی دموکرات ها بودن. خود آقای منندز به عنوان یکی از قدرتمندترین نفرات الان تو صحنه سیاست خارجی آمریکا به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی، اینها همه کسایی هستن که با این سیاست مخالف هستن. پس حتی در صورتی که این دولت بخواد امتیازهایی هم بده، یعنی ما فرض رو بذاریم که واقعا میخواد امتیاز بده، ولی تعادل قوا، تغییر شرایط نسبت سال 2015 و مخالفت هایی که به طور جدی در آمریکا وجود داره، چنین امکانی برای آمریکا فراهم نمیکنه. و حتی فراتر از اون، من فکر میکنم حتی توی اروپا که اگر دقت کنیم تا مدتی قبل صحبت از برجام و یا مخالفت با برجام یک تابوی محسوب میشد و کسی اصلا بهش نزدیک نمیشد، توی همین برنامه کهکشان دیدیم برخی از شخصیت هایی که اومدن صحبت کردن خیلی راحت تر، از جمله مثلا نخست وزیر سابق بلژیک آقای گای برهوفستاد به صراحت میگفت که دیگه ما نمیتونیم فقط روی برجام یعنی مسئله اتمی متمرکز بشیم، مسائل دیگه داریم، حقوق بشر داریم، برنامه‌های دیگه موشکی رژیم‌ها داریم. یعنی حتی این مسئله الان در اروپا هم داره چیزهای تغییر میکنه. بنابراین اگر از دولت آمریکا میپرسیم، بله شاید دلش بخواد به توافقی برسه، حاضر باشه امتیازاتی بده، ولی شرایط به گونه ایست و تعادل قوا به شکلی است که فکر میکنم امکان این که به یک توافقی بتونن برسن بسیار بسیار کمه. و بیشتر من خودم شخصا تو این تابلو هستم که این تنش افزایش پیدا میکنه، چون از اون طرف برای خامنه ای علارغم این که بسیار نیازمنده که حتی به همون برجام 2015 برگرده، ولی در این حال به دلیل وضعیت متزلزل رژیمش این هم براش کار ساده ای نیست، یعنی قیمت سنگینی براش داره. به همین دلیل خیلی محتمله که تا اونجایی که به مذاکرات برمیگرده این وضعیت تنش ادامه پیدا بکنه و حتی تشدید بشه. خیلی متشکرم. از خواهر سپیده درخواست کنم که صحبتشون رو شروع کنم. بفرمایید خواهر سپیده. با تشکر، مرسی از اینکه به من زمان دادین. من یک نکته داشتم که خیلی دلم می‌خواست بگم، شاید خوب باشه اولش با از خودم شروع کنم. وقتی که من در واقع تو ایران بودم خیلی دلم می‌خواست که پزشکی بخونم و خب بلازه درسی هم در سطحی بودم که می‌دونستم این رشته رو قبول میشم. همیشه تو ذهنم این آرزو رو داشتم که من پزشکی می‌خونم، 6 روز هفته رو ویزیت مجانی می‌کنم، در واقع به درد همون فقرا و اون کسایی که تو جامعه هستن رسیدگی می‌کنم، بعد یک روز هم خب دیگه من در واقع
پول خودم در میارم. فکر میکردم که راه حل این هست برای مردم ایران. ولی من فکر میکنم که اون چیزی که من و نسل ما همین سوالات تو ذهنش بوده که پاسخ دردهای جامعه ما چی هستش. در واقع ما یک انتخاب رو کردیم. چی بوده؟ این بوده که ما در واقع به این نقطه رسیدیم. نسل ما که الان تو ایران هم زیاد هست، یک سوال پایه و یک انتخاب جلو روش داشته. اینکه از همین راه‌های رایج که همین الان خیلی ها در کشورهای مختلف هم دارن انجام میدن، کمک های خیریه، مؤسسات خیریه برای در واقع کمک کردن به افراد باز میکنن برن، یا اینکه دردی که صورت مسئله مردم ما هستش چیز دیگری هست، بنابراین پاسخ متفاوتی هم میخواد. این انتخابی بوده که در مقابل نسل ما قرار داده شده. ای کاش مسئله ایران و صورت مسئله ایران و پاسخ به اون چیزی بود که در واقع میشد با کمک خیریه، کمک مالی کردن به افراد، حتی زدن از زمانها و ساعتهای خودمون بتونیم اون رو حل و فصل کنیم. و اگر این بود، چرا 120,000، چرا 30,000 و چرا هزاران قربانی دی و چرا این همه شکنجه‌گاه، چرا انقدر زندانی سیاسی؟ این رو گفتم برای اینکه بگم شاهد درستی انتخاب من و ما و نسل ما که الان اینجا در سازمان مجاهدین هم هستیم و در ایران هم الان با اقبال عمومی از سازمان مجاهدین و استراتژی کانهایش رژیم مواجه شده، شاهد درستی این انتخاب جریانوار بودن نسل ما و جریانوار بودن این انتخاب هست. من و ما و نسل ما واقعیت اینه که در دورانی به دنیا آمدیم که انقلابیگری، فداکاری کردن برای انقلاب و برای بیرون از خود و ارزش‌های از این گونه ارزش نبوده. اون چیزی که در واقع تعادل قوا و ارزش‌هایی بوده که بر جامعه و نسل ما حاکم بوده انقلابیگری نیست، اینها ارزش نیست. اون چیزی که در واقع پس باعث شده که افرادی مثل من و ما که در این نسل در دوران سیاه حاکمیت خمینی به دنیا اومدیم و خیلی از ماها اقوام خودمون رو، پدر و مادرهای خودمون در این راه شهید شدن، باز هم به سمت مجاهدین و به سمت همین استراتژی درست رو بیاریم، اون چیزی که باعث شده ما با تمام عشق و ایمان و با تمام اون چیزی که داشتیم، همه اون چیزی که در مقابلمون با عنوان یه جوون بوده کنار بذاریم و به این راه بپیوندیم، همین مسئله است. یک درد در ایران وجود داره. اون درد، درد سرنگونیه. اون درد دردی نیست که بشه با پانسمان کردن حل و فصلش کرد. درست مثل یک زخمی مونه که ما بخوایم یک غده سرطانی رو بخوایم در واقع با دو تا عمل جراحی بخوایم در واقع یک راه حل تاکتیکی بهش بدیم. راه حل ایران اون چیزی که در واقع مسئلهشو حل و فصل میکنه، اون چیزی که جوانهایی مثل من همین الان در ایران ما داریم میبینیم، دانشجوها، جوانان و زنان، همین الان گیسوی عزیز هم بهش اشاره کردن، به سمت این استراتژی رو دارن میارن، از خاطر درستی همین استراتژی که اگر نبود چرا باید تو ایران با پذیرش یه همچین ریسکایی زنان و دختران میپذیرفتن، چون میدونن که هر کاری که میکنن فرداش ادامه، چرا باید میمدن این رو انتخاب میکردن؟ از جنس این درد و صورت مسئله ایران یک جنس پاسخ میخواد، اون هم از جنس یک انتخاب. انتخاب برای دادن تمام هزینه، انتخاب برای ایستادن پای یک آرمان، چون از جنس جنگ ایدئولوژیک هستش. اگر این رژیم میتونست از بین بره با این چیزا، اگر صورت مسئله ایران با این موارد قابل حل و فصل بود، چرا 40 سال؟ چرا بهترین ها؟ این فکر میکنم سوالی هستش که نسل من و ما در واقع باهاش روبرو بودیم و خودمون هم در واقع ایمانمون این هستش که افتخار نسل ما این هستش که در دنیایی که انقلابیگری مزمحل شده، در دنیایی که آرمان خواهی ضد ارزشه، در دنیایی که فداکاری کردن و قیمت دادن و دادن هزینه ضد ارزشه، بله بله ما ارزش ها رو یافتیم. از قضا شاهد این نه یک یا 100 نفر یا 1,000 نفر، هزاران جوان در داخل ایران هستن که الان هم داریم میبینیم کانونهای شورشی رو، اونها هم این راه رو برگزیدن. درستی این استراتژی، استراتژی که باید با تمام قوا ایستاد در مقابل رژیم، پاسخ یک پاسخ هست، همون استراتژی که برادر سالها گفتن سرنگونی این رژیم، سرنگونی این رژیم هم قیمت میخواد. و خانم خیلی خواستم از شما هم تشکر کنم از اینکه این امکان رو به نسل ما دادید. این امکان در دنیای بی آرمانی به نسل ما داده شد که مسیر رو انتخاب کنیم که در واقع هر انسانی، همون چیزی که شما هم در سخنرانیتون گفتیم، در سر موضع بودن یا سر موضع نبودن، موضع یک انسان به صفت اون چیزی که به عنوان یک مسئولیت در عهده‌اش گذاشته شده، آزادی افراد و باز کردن گردن‌ها از یوغ اسارت، این چیزی نیست که بشه با راه حل‌های تاکتیکی بهش پاسخ داد. ای کاش که میشد
بدون قیمت‌های گزافی از این جنس در واقع پاسخ صورت مسئله ایران رو داد که اگر اینطور بود حتما که ما الان در این نقطه نبودیم و نسل‌های قبلی پدر مادرای ما حتما این رژیم رو سرنگون کرده بودن. چون راه حل بسیار ساده‌ای هست، فقط آن به ذهن همه می‌زنه. اون چیزی که سخته اومدن پای این راه حل، دادن قیمت با تمام قوا و ایستادگی بر سر همین موزه، یعنی ایستادگی بر پای اینکه بله بله ما و نسل ما، از قضا نسلی هستش که رویان هم هست، هر لحظه داره بهش اضافه میشه. الان ما دهه 60 بودیم، دهه 70 ها هم اومدن، دهه 80 ها هم اومدن و این باعث افتخار ما هستش و هرچی میشه پای ما رو صرف میکنه که مسیری که اومدیم مسیر حقی هستش. این مسیر مسیری هستش که قطعا به پیروزی میرسه، چون نسل ما با انقلاب خرمهم حتما که ما میتونیم رو محقق کنیم با استراتژی که استراتژی ظفر نمونه برادر، یعنی کانهای شورشیه. با تشکر از زمانی که داده شد. خانم مهین مشکین فام درخواست میکنم که صحبت بکنن. خانم مهین مشکین فام درست بودیم بفهمیم. همچنین از سخنان سپیده عزیز بسیار با اون کلمات زیبا و رسا و با اون احساسات بسیار قشنگشون واقعا خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم و لذت بردم. خدای شالله همه جوانای ما رو و همچنین کانونای شورشی رو حفظ بکنه و برای مردم ایران نگه داره برای یه سرنگونی. و تشکر از خانم رجوی عزیز و همه خواهران و برادرانم در اشرف سه و کانونهای شورشی و همچنین دوستان شورایی و اشرف نشانها که کهکشانی به این عظمت و باشکوه را برای مدت سه روز برگزار کردند. حضور گسترده مهمترین و آگاهترین سیاست مداران و شخصیت‌های حقوقی و همچنین حامیان مقاومت و شرکت گسترده ایرانیان آزاده در بیش از 50,000 نقطه نشانگر این است که فریاد مردم ایران که 42 سال در اسارت این رژیم بوده و 42 سال در میان خون و شکنجه و اعدام و تجاوز قرار داشتند به طور گسترده در جهان تنین افکنده است. صحبت های شخصیت های شرکت کننده با وجود اینکه از احزاب مختلف و با تفکرهای متفاوت بودند در یک مورد مشترک بود که رئیسی جلاد و قاتل مبارزان سال 67 باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شود و نماینده مردم ایران نیست و چگونه میتواند یک قاتل و یک جنایتکار رئیس جمهور باشد. در کهکشان آزادی نکته برجسته حضور گسترده کانونهای شورشی بود که عزم جزمشان را برای سرنگونی این رژیم جنایتکار به نمایش گذاشتند. و نکته دیگر محکوم کردن قتل عام سال 67 بود، قتل عامی که رئیسی جلاد به انجام آن افتخار می کند. سخنرانان این کنفرانس همگی متفق القول بودند که این بازی مسخره و مضحک اصلاح طلب اصولگرا دیگر کسی را نمی فریبد و مقاومت سرفراز مردم ایران وارد دوران جدیدی شده و ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران از 10 ماده‌ای خانم رجوی نیز حمایت کردند. من در اینجا اجازه میخوام که 40th سال روز تأسیس شورای ملی مقاومت را که تنها آلترناتیو و جایگزین برای آزادی و دموکراسی در ایران آزاد است به شما و
و آقای رجوی و همه دوستان شورایی هم تبریک بگویم. باعث افتخار من می باشد که عضو این شورا هستم. شورایی که در آن احزاب و گروه‌های مختلف با عقاید متفاوت و هر عقیده و مرامی ولی با اعتقاد به نه شاه و شیخ، جدایی دین از دولت گرد هم آمده ایم تا طرحی نو در اندازیم. این شورا با تمام موانع و توطئه‌ها و ضدیت‌ها و لجن پراکنی‌ها توانسته با غرور و افتخار ایستادگی کند. تا ایجاد یک ایرانی آباد و آزاد که در آن اعدام، شکنجه و تفتیش عقاید نباشد. ایرانی که زنان حق انتخاب پوشش، شغل و همسر را داشته باشد و همچنین نفی چند همسری و آزادی زن و مرد از پای نخواهند نشست. درود به آقای رجوی، مرد بزرگ تاریخ ایران، مسئول شورای ملی مقاومت ایران و فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران که برای دوران سرنگونی مؤسسان پنجم را اعلام کردم. درود بر برادران و خواهرانی که در 40 سال گذشته در اشرف و لیبرتی که با عبور از همه سختی ها در مقابل حملات موشکی، رژیم پایداری و مقاومت کردند و پایه های مستحکمی برای این مقاومت ایجاد کردند. هرچند ما تعدادی از عزیزترین خواهران و برادرانمان را طی این سالها از دست دادیم، ولی آنها با نثار جان خود راه شرف و افتخار را برای ما هموار کردند و امروز می‌بینیم که این ارتش آزادی بخش به شکل کانون‌های شورشی و مؤسسان پنجم در میدان رزم و نبرد در مقابل این دجالان به مبارزه تا سرنگونی ادامه خواهند داد. امروز جامعه جهانی فهمیده که مماشات با این رژیم به جایی نخواهد رسید و هر روز که رژیم بماند جان انسان‌های بیگناه بیشتری گرفته می شود و تنها راه حمایت از خانم رجوی و ده ماده ایشان است و ما به کمک مردم ایران و کانونهای شورشی رژیم را سرنکون می کنیم و آزادی محقق خواهد شد. و من در اینجا از برادر عزیزم مسئول شورای ملی مقاومت و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت می خواهم که این افتخار را به من بدن که من هم در مؤسسان پنجم در کنار خواهران و برادرانم و کانونهای شورشی در داخل ایران و مردم سرفراز و مقاوم در داخل ایران باشم و همراه اونا باشم و تا سرنگونی رژیم دجال و خوناشام. خیلی متشکرم. تشکر از خانم مشکین خان. چه خوب اشاره کردید به نقطه اشتراک سخنرانی هایی که در کهکشان امسال انجام شد در مورد رئیسی جلاد، این قاتل زندانیان سیاسی در سال 67 که باید در دادگاه های بین المللی محاکمه بشه. باید این اقدام جهانی رو پیوسته دنبال کرد تا به هدف برسیم، یعنی بتونیم این خواسته مردم ایران رو پیش ببریم. به هر حال با تشکر از شما همه تلاشاتون در اونجا که نتایج بسیار عالی داشته، درود بر شما و درود بر عزمتون برای ثبت نام در مؤسسان پنجم.